درود میفرستم به مجاهدان در اشرف سه کانونهای شورشی که در نوک پیکان این مبارزه هستند و این مبارزه سخت رو با ملاهای جنایتکار به پیش میبرند. و همچنان که برادر حبیب فرمودند، یادی از زندانی های مقاوم در زندان های ایران کردند، سر تعظیم فرود میارم در مقابل زندانی سیاسی سعید ماسوری که 24 سال زندان خودش رو سپری میکنه و اسطوره ای از مقاومت شده و چند کلامی از زبان اون میگم. اون که همچون فرزند مریم صلیبش را بر دوش میکشد و 24 سال است سنگینی دیوارهای قطور و میله های آن را تحمل می کند و خطاب به همه آزادگان و عاشقان ایران می گوید: ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا. ما را از این دریای خون نمی توانند بترسانند و به خاطر عظمت و بزرگی آن عشق در کانون این دریای خون هم به قول مولوی شنا خواهیم کرد و تا به ساحل آزادی و عدالت و برابری خواهیم رفت. قطعا تا جایی که قطره قطره آزادی های گرفته شده از مردممون رو پس بدیم و این البته بهای خونین و سنگینی هم داره و هر لحظه قرار هست که اون رو پرداخت بکنیم. شاید این سرنوشت آزادی عاشقان آزادی ایران هست. کمک ما به سیمای آزادی کوچکترین بهایی هست که اون رو تقدیم میکنیم. تعدادی کمک جمعی رو تقدیم حضور دستاندرکاران سیمای آزادی میکنیم. رحیم 2500 کرون، دیولت 5000 کرون، هوشنگ 5000 کرون، دو هموطن از ایران 6 میلیون تومان، مهرنوش 500 کرون، مهتاب 500 کرون، مشتبه 1000 کرون، نوید 10000 کرون، سارا رهبر 3000 کرون، محمد بر رباب 2000 کرون، علی احمدی 2000 کرون، شهروز 22000 کرون، امیر فامیلی 10000 کرون، ناصر فامیلی 300 کرون، افت 2000 کرون، پرویز میرکی 2000 کرون، علی احمدی 2000 کرون، یلایل 300 کرون، گلپر 500 کرون و یک هموطن 500 کرون. جمعاً به مبلغ 71600 کرون که در حینی که وصل می شدم به شما 1500 کرون اضافه شد به این تعداد و 6 میلیون تومان هم که تبدیل خواهد شد و تقدیم سیمای آزاد خواهد شد. درود بر خواهر فریبا، خیلی ممنون از کمک جمعی که اعلام کردید. از قول ما به تک تک این خواهر و برادرانی که کمکشون اعلام کردید سلام برسونید و تشکر کنید و با تشکر شما از یادآوری از جملاتی که از برادر عزیزمون سعید ماسوری کردین و اینکه باید درود فرستاد به خاطر رزم قهرمانانش در این طولانی مدت ترین زمانی که یک زندانی در زندانهای ایران به سر برده و واقعا این به اصطلاح جنایت خاص این رژیمه که در این زمانهای طولانی زندانیان رو به بدترین وجهی نگه می‌داره و نقل قولی کردین که به عنوان فرزند مریم صلیبش رو به دوش می‌کشه. درود بر شما از یادآوریتون و تشکر از کمک جمعیتون. امیدواریم که در این روزهای آینده هم
با همین شور و با همین حرارت این کمک رسانی رو ادامه بدیم. درود بر شما، بسیار ممنونم از خواهر گرامیمون خواهر فریبا، به ویژه از کار و فعالیت و تلاشاتون در گردهمایی هایی که سیمای آزادی اونها رو انعکاس میده برای اطلاع هموطنانمون که چه فعالیت های گسترده ای اشرف نشان ها و ایرانیان آزادی خواه در خارج کشور برای آزادی مردم ایران و برای رسوندن صدای مردم ایران انجام میدن. بسیار ممنونیم از شما که این فعالیت ها شما در اون شرکت دارین، به ویژه در سوئد و در مقابل دادگاه دشخیم حمید نوری که شکست بزرگی برای رژیم آخوندی بود که هنوزم دارن می نالن از این محکومیتی که انشاءالله روزی برای همه اونها در دادگاه های حقی که وجود داره و وجود خواهد داشت تایید و تعیین خواهد شد. و شما گزارشگر این مراسم و برنامه های بسیار ارزشمند بودین. تشکر می کنم از همکاریتون و انشاءالله که همیشه فعال و کوشا باشین. خوشحالم که تونستم ذره کوچکی به عهده بگیرم و افتخار این رو داشتم. من از شما باید تشکر کنم که سالیان سال هست، همین الان که نشسته بودیم صحبت میکردیم یاد اون رادیوی مجاهد افتادم که شما از توی کوههای کردستان با اون همه مصیبت زحمت میکشیدین. ما باید از شما تشکر کنم. اختیار دارین، خواهش میکنم. بسیار ممنونم از شما و تک تک دوستانی که اسم بردید. خواهشان به تک تک اونها تشکرات ما رو، هرچند که از سیما حتما ملاحظه میکنن کمک بسیار ارزشمندشون، و سلام برسونید به ویژه اون دو هموطن عزیزی که اعلام کردید 6 میلیون تومان کمک کردن. خدا یارو نگهدارشون باشه. بله. سلام های ویژه ما رو بهشون برسونید و بگید که روزی سیمای آزادی در ایران اونها رو خواهد دید و اونها رو منعکس خواهد کرد، فعالیت هاشون، تلاش هاشون و محبت هاشون رو. خدا یار نگهدارتون باشه. بسیار ممنونم. خواهرمون معصومه صادقی از نروژ همراه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام به برادر حبیب و برادر مسعود. اول بگم خیلی خوشحال هستم که تو این وقت وصل شدم تا بتونم با شما برادران گرامی که با هر صدای شما به خصوص بعد از مسعود خاطرات بسیاری داریم از رادیو مجاهد گرفته تا به الان. من راستش دو تا موضوع رو خیلی سریع میخواستم بگم چون میدونم بچه ها خیلی پشت خط موندن. یکی موضوع این که به قول معروف به کس نخورد پشت ما رو، من از وقتی که خیلی کوچیک بودم توی فاز سیاسی وقتی پدرم مجاهد صدیق خاک صادقی یادشون بخیر کمک میکردن و به خود از اطراف نمیدونم کمک جمع میکردن از فامیل از همسایه اینا میکردن، به قول معروف با این چیزا ما بزرگ شدیم. یعنی دیدم، حس کردم و سالهایی که تو خارج کشور بودیم ما میدیدیم بچه های سازمان، هوادارا، اشرف نشانا چجوری در شرایط سخت کارهای مالی میکردن و این موضوع رو چیز میکردن که بله واقعا کس نخورد جز خودمون. و این یکی از بزرگترین افتخاراته وقتی ما با مردم صحبت میکنیم به قول معروف با سربلندی صحبت میکنیم که آره ما سازمان، ما سازمانی که ما هوادارش هستیم چیکار میکنه؟ وابسته هیچ کس و هیچ چیز نیست غیر از مردمش و غیر از هواداراش. یکی این بود. یکم موضوع دیگه بودش که اگر ما فکر کنم این حرف خیلی از بچه های بال اشرف نشان و هوادار هستش که ما اگه کاری میکنیم، اگه کمکی میکنیم خیلی ناچیزه، ولی این واقعا از نیاز تک تک ما هستش. یعنی ما نیاز داریم به کمک کردن، نیاز داریم که احساس کنیم در این مسیر، در این راه برای آزادی مردممون باید کاری بکنیم. و این رو شخصا به خصوص از سیمای آزادی خیلی خیلی تشکر میکنم که چنین ظرفی رو برای ما، چنین امکانی رو برای ما جور کردن تا ما بتونیم اینطوری کمک هامون رو
اعلام بکنیم و یک احساس بکنیم که بله مام هستی. اگه اجازه بدین من میخوام کمک تعدادی از هواداران شهر برگن نروژ رو اعلام بکنم که دکتر آریان 18000 کرون، محمد 16000 کرون، صفدر 2500 کرون، معصومه 30000 کرون که جمع کمک هامون میشه 66500 کرون. برگ سبز این تحفه درویش، امیدوارم قابل قبول باشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. درود بر شما خواهر گرامیمون، خواهر معصومه صادقی. تشکر از همیاری شما. درود بر خواهر معصومه صادقی. چه خوشحال شدیم که شما رو روی خط داشتیم، به خصوص یاد همزمان تصاویر برادر عزیزمون حاج صادقی هم روی صحنه صفحه تلویزیون بود، برادری که مظهر روحیه، سرشاری، شادابی بین مجاهدین بود. یادش گرامی باد. و شما گفتین که ما این کمک‌ها رو از سر نیاز این کارو میکنیم. واقعا کم اتفاق میفته که، یعنی کم جنبشی هست که اینطوری مشتاقانه هوادارانش بیان این کمک‌ها رو عرضه بکنن. من شما که داشتین صحبت میکردین یاد مصاحبه‌ای که از این عناصر وزارت اطلاعات علیه مجاهدین افتادم که خلاصه کلی مزخرفات گفته بود که مجاهدین ذهنها رو شستشو میدن و چیکار میکنن و جوانان رو به راه خطا میکشن و اینا، و اینا رو وادارشون میکنن که برن نمیدونم شعار نویسی کنن، این کارو این کارو کنن. بعد مصاحبه گر که اونم از خودشونه ازش سوال میکنه که آیا اینا در مقابل این اقدامات مثل شعار نویسی پولم دریافت میکنن؟ میگه نه، نکته همینجاست که در قبال این حرکت ها باید از جیب خودشون هزینه کنن، سازمان پول نمیده. اونایی که پول میدن سرویس های اطلاعاتی و اینا هستن که اینجوری هن. یعنی خود اینا به رسیدن به این نکته که چجوری مردم مشتاقانه میان فعالیت میکنن، کمک میکنن، همونطور که گفتین به اصطلاح مبارزه برای آزادی نیاز تک تک انسانهای آزادی خواهه که در این راه قدم برداره. به هر حال با تشکر از شما و کمک‌های ارزنده‌ای که اعلام کردید، از قول ما به تک تک این دوستانم سلام برسونین. میدونم که شما در پهنه‌های مختلف فعال هستین، تو این زمینم حتم دارم که این چند روزه یار و کمک‌کار سیمای آزادی هستین. درود بر خواهر گرامیمون خواهر معصومه. منم اشاره کنم که از زندان‌های شاه، بله، افتخار دوستی و محبت‌های حاجی صادقی رو داشتم، یادشون بخیر. البته که ارزش‌های ایشون، محبت‌هاشون، تلاش‌هاشون، کوشش‌هاشون از بین نرفته. همین نمونه ای از اون ارزش‌ها، بله، هست. این ارزش‌ها رو گسترش بدیم و در بزنیم و کمک به طلبیم برای آرمان آزادی مردم ایران. درود بر شما، خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. خواهرمون پروین رجبی از سوئد همراه ما هستن، سلام بکنم به شما، بفرمایید، خواهش میکنم. خواهر گرامیمون پروین رجبی از سوئد همراه ما هستن، سلام بر شما، بفرمایید. آیا ارتباط ما وصل با ایشون؟ الو، سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید خواهر پروین، صداتون میاد. میبخشید عذرخواهی میکنم بابت تاخیر در صدا. خواهش میکنید. اختلالی بود. خواستم سلامی عرض بکنم و خسته نباشید بگم. درود بر شما بهتون و بدیم وسیله 28 امین
جشن گلیزان همیاری رو با سیمای آزادی، یعنی این رسانه مردمی و انقلابی رو تبریک بگم به شما عزیزان، به مردم ایران و به مقاومت ایران. تلویزیونی که به واقع تنها رسانه ملی میهنی و به خصوص غیر وابسته و تلویزیون مستقلی هست که نه تنها به هیچ دولتی وابسته نیست، بلکه تا برون آخرش رو با وجود هزینه کلانی که در برداره از مردم خودش و از آزادی خواهان در داخل و سراسر جهان تأمین میکنه. این رسانه پل ارتباطی هست با ملت دردمندمون در سراسر دنیا، به خصوص در داخل میهن. آخرین و درستترین خبرها، انعکاس فعالیت‌های مقاومت و کانون‌های شورشی رو به گوش ملت میرسونه. روایای درد و رنج، کمبودها و نبودهای ملت رو منعکس میکنه. به طور خلاصه بخوام بگم این رسانه سوای جنبه مبارزاتی و انقلابی بودنش، با هدف سرنگونی رژیم ضد بشر آخوندی، رسانه‌ای هست بسیار با ارزش و کیفی، با برنامه‌های فنی، علمی، ورزشی، هنری، تاریخی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، مراسم سنتی که توسط یا با کمک متخصصین و محققین موضوع مربوطه تهیه و ارائه میشه. سخن رو کوتاه میکنم، میدونم خیلی خوش صف هستم. ما جمعی از یاران در شهر بروس سوئد هستیم که به منظور روشن نگه داشتن این چراغ و ادای گوشه ای از دین خودمون نسبت به مردممون، کمک جمعی ناقابلی به مبلغ 36200 کرون رو با عشق، با احترام و افتخار تقدیم به سیمای آزادی میکنیم. امیدواریم مورد قبول واقع بشه. با سپاس و قدردانی و هزاران درود به کانونهای شورشی جان بر کف، به زندانیان سیاسی مقاوم که به واقع با پایداری خودشون به ما انگیزه میدن، انگیزه مقاومت و پایداری میدن، ادامه مبارزه. با یاد شهدای راه آزادی و یادی هم میکنم در پایان از شهدای خانواده فرمانده فائزه، زهرا رجبی، افسانه رجبی، صدیقه وحید و محمد مهدی برقعی. سلام و درود به خصوص مجاهدین عزیز اشرف اسره. سلام و درود مخصوص به فرمانده بزرگ مسعود رجبی، خانم مریم رجبی. در پایان حرف زیاده، درد دل زیاده، دوستان خیلی قشنگ و به خوبی خیلی از مطالب رو عنوان کردن، نمیخوام تکرار بشه. اسامی شرکت کنندگان رو توی این همیاری اعلام میکنم: علی، امین، صالح، دوستان سوئدیمون اسبون هولمستراند، کریستوفر هولمستراند، ماهرو، علیرضا، نادر و پروین. سپاس از شما و با امید اینکه روز به روز موفقیت‌های بیش از پیش داشته باشید و داشته باشیم همراه هم دیگه. درود بهتون. با اجازتون دنبال میکنم از تلویزیون. با تشکر از خواهر پروین رجبی که کمک‌های کانون شورشی رو از بروس اعلام کردن، درود بر شما. و با یاد مجاهد شهید زهرا رجبی، قربانی تروریسم وحشیانه رژیم آخوندی،
و چه خوب گفتید که سیمای آزادی پل ارتباطی با ملت دردمند در داخل میهنه و طبعاً درست‌ترین اخبار رو میگه. درود بر شما از این کمک جمعی که کردید و به تک تک دوستانی که اسمشون رو اعلام کردید از قول ما سلام برسونید و میدونم که این کانون شورشی و شما در بروس این چند روز کماکان فعال خواهد بود برای کمک رسانی به سیمای آزادی. منم بسیار تشکر میکنم از خواهر گرامیمون خواهر پروین. به راستی که یک کانون شورشی هم برادر حبیب تصاویر تظاهرات و اکسیون هاشون رو که من در رسانه های مختلف مقاومت میبینم یا سیمای آزادی تظاهرات رو پخش میکنه میبینم، باعث افتخار هست که هر ایرانی آزاده‌ای هر جا که هست دلش برای مردمش، برای میهن عزیزش و برای آزادی میتپه. خدایا رو نگهدارتون باشه. به ویژه تشکر کنین از اون دوستان سوئدیمون که در این کار ارزشمند همراه شما هستند و شرکت کردن. بسیار ممنونیم و خوشحال شدیم صداتون شنیدیم. برادر عزیزمون محمد و خواهر گرامیمون حلیمه از هلند همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. سلام برادر مسعود و برادر حبیب. درود بر شما. سلام بر برادر محمد عزیز. خسته نباشید. درود بر شما. درود و سلام به رهبری عظیم الشأن ما برادر مسعود و خواهر مریم عزیز. سلام به اشرفیان عزیز، اشرف نشان ها، و درود بر کانون های شورشی. پسم تشکر بکنم از زحمات دستندرکاران سیمای آزادی. دست مریضا، همه باید بدونن که مجاهدین استقلال مالی دارن. البته قرون قرونش که یاران مقاومت به سیمای آزادی کمک میدن، به صاحبان اصلیش که مردم ایرانه برمیگرده و برای اونها هزینه میشه. ما شاهد هستیم. در واقع باید اینجا یادی بکنیم و اشاره بکنیم به زحمات کانون‌های شورشی که امروزا در سراسر کشور تصاویر خمینی منحوس به خامنه‌ای ملعون و قاسم سلیمانی جنایتکار با آتش می‌کشن، همچنین مراکز قضایی و جاهایی که بتونن ضربه بزنن به رژیم هیچ کوتاهی نکردن. و باید بگیم به خامنه‌ای بچش، اون چیزی که خودت کاشتی الان محصولش همینه. این کانون‌های شورشی کسانی هستن که از دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و هر گونه مراکز آموزشی در زمان خودت اونها را پروراندی. بچش اون چیزی که کاشتی بچی. میخوام یادی بکنم از یکی از دوستانم که گفت محمد میدونین که اگر قرونی به مقاومت ایران کمک بکنیم به هدر نمیره؟ الواقع من با رگ و پوست و استخون این لمس کردم که مقاومت سرفراز ایران ذره ذره این کمک های مالی که بهش داده میشه در راه آزادی مردم ایران خرج میکنن و هزینه میکنن. شرافتمندان عالم اینو میدونن
این تلویزیون های خارجی کشوری هم گاهن همینایی که ما را سانسور میکنن، مقاومت ایران را سانسور میکنن، هم اینها هم اذعان میکنن به اینکه مجاهدین اگر پولی میگیرن خرج مقاومتشون میکنن، خرج آزادی مردم ایران میکنن. از همه همشهریان، از همه هواداران، از همه شرافتمندان خواهش میکنم به سیمای آزادی کمک کنید. نمیخواهم وقت زیاد شما رو بگیرم چون میدونم برادران و خواهرانمون پشت خط زیاد هستن و معطل موندن. در این وسیله همیاری خودمون، یعنی من و همسرم حلیمه خونجی 500 یورو و همچنین از طرف برادر عزیزمون رضا زرچین 10,000 یورو تقدیم سیمای آزادی میکنیم و برایتون آرزوی پیروزی، موفقیت و بهروزی میمایید. خدا نگهدارتون. قربان شما. درود بر برادر عزیزم محمد دژن و خواهر گرامی خواهر حلیمه، با تشکر از کمک شما و همینطور به برادر عزیزمون زرچینم سلام برسونید و از کمکشون تشکر کنید. شما اشرف نشان‌ها یک ارزشی رو طی این 40 سال ثبت کردیم و اونم ارزش وفاداری به یک آرمان و ایستادگی پای این آرمان تا هر زمان که لازم باشه. برادر محمد و خواهرمون حلیمه و همینطور برادر عزیز دیگمون، اینا مظاهر ثبت این ارزش در دنیای مبارزاتی هستند. درود بر شما. بسیار بسیار ممنونیم از برادر عزیزمون محمد و خواهر گرامیمون خواهر حلیمه و دوست دیگرمون که در این همیاری شرکت کردند.